با سلام و احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، شما میدونید بهتر از من میدونید که سرعت حرکت مردم بیش از تصور همه جهان و خود ما بوده. من خودم عقب بودم، از خیلی عقب بودم، ولی خوشحالم و کارهایی میکنن که تسریع میکنن در سقوط خودشون. هنرسانی که اینا رفتن اونجا و ببینید توان و میتونید میگه وقتی خداوند انسانی برمیگرده عقلشو میگیره، عقلش رو گیره، خودش ضایع میکنه، خودش نابود میکنه، در هیچ شکی نیست، چون عقل به تو داده، شعور بهت داده. ولی میری توی یک دبیرستان دختر هنرستان دختر حمله میکنید، یه دختر خانم به میگه موبایلی ندارم، لخت مادرزادش میکنید با دو تیک لباس، بعد پدر مادرش میفهمن. این بیشعوری شماست، بیعقلی شماست، نادانی شماست. این فرمانده همش همینه، از بالا تا پایین. اینا نمیخوان بفهمن که مزدور دیگران هستن، گماشته دیگران هستن، نوکر بدون هیچ چیز دیگران هستن. به ملت خودش ظلم میکنن. از این انسان بیشرفتر، نادانتر، احمقتر کسی هست؟ خود خوش نابود میکنه. خانواده‌هاشون جمع میشن، پشت سرش هم مردم میان. باور کنید، حالا فیلمش نمیشه پخش اینجا، چند تا از این مامورا رو گرفته بودن، بدبخت بیچاره سرباز و بسیج کوزرما میگفتن آقا ما فلان چی خوردیم، ما گریه میکردن، ولی کتک هم خوردن ها. داریم بو لحظه نهایی نزدیک میشیم، من گفتم لگر چنان شما لغو لبرداز میگه تاریخ بنویسه. چقدر احمقید شما، چقدر نادانید، تو حقتون هم هست، هر چی سرتون هست حقتونه. این درس عبرتتون بشه دیگه. تو هنرستان که رفتید برای سرتون اومد جای دیگه به فرمانده گفتم با فرمان نمیریم، نرید آقا، سختی شما یک ماه نمیرسه. اینا دیگه موندگار نیستن. فرمانده هاتون شما رو میفرستن جلو، خودشو پشت به تماشا چه خبره. خب اون فرمانده عقل نداشته باشه، توی هنرستان دخترانه آبروی نداشته، دوریت تتمه آبروتون رفت. راحت بهتون میگم ایرانی ها، زنهای ایران و بعد مرد ایران کاری در دنیا کردن، بیداری جهانی را افتاد. بیداری جهانی یعنی هیچ رقم نمیشه بیداری جهانی جلو انداخت. و توده ملت نه این مسئول بی‌لیاقت و کثافتشون. انگلستان ظرف چند وقت چند تا رخصتی عوض کرده، چند تا. این انگلستانی که آقا سیاست جهانی و فرانس دیدی کوش موش زایی و موش کور نتونست یک ما بشه داره یک مونی بداره کنه، چون توان نیست، پول نیست، مردم نیست، آدم نیست، شرکت همه رفتن، اسکات همه بیدار بشه تمام شده هیچ نم. اون اول قدرتی که میبودن آقا انگلیس خلافی سال به مدان چی شد؟ چی شد؟ این باطقه پک درکید بقیه هم از او بدتر. حالا حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه توی آمریکا بجین هم افتن شدید. من میخوام به این آقایی که جدیدا اومدن و همه ادعا میکنن ما میخوام کمک بردارم، شما وقتی مردم کمک میخواستن کجا بودید؟ کجا بودید؟ خودتونید، جد آبادتونه. این ابرزلات ها به فلاکت بدبختی میفتن، بگن ایران از دست ما بره، ما باید بریم به گدایی بیفتیم و میفتید. شک بری قصه نیست. کلینتونی که آقای ترامپی کاری کرده شاهکار کرده، من نمایش براتون میخوام دوستان و بعد بفهمید هر کس دنیا پیدا شد آقا ما علمی، آقا ما نیاز به شما نداریم، هیچ نیاز نداریم، به همون جایی که 40 سال قبل بودید. شما نمیخواد با ما کمک کنید، هماهنگ نمیخواد بکنید، ما شما هماهنگ تر هستیم. تو که آمدی و این زمان من میخوام هماهنگی کنم، تو یک مزدور به تمام مانده هستی، هم مزدور اسرائیلی. اسرائیل داره خاک سیام میکنه، اسرائیل داره خودش داره خودش سیام میکنه، اسرائیل دست خودش گور خودش میکنه. آخه مجاهدی چی هست؟ دارید مجاهدی جاسوسی بکنی، بعد بختی میچوری پرک زده امبت مشتبه شد، دیدی چی خبر؟ نه اینجوری نیست، برو بس کن، خجالت بکش، شرم کن، برو پی کاره. دوست من نامه کتاب بخونم به نامه نیست، اسنادی که طبقه من در آورده با هم ببینیم، ببین که این همه حرف باز زدیم، همه شازه عزیز حرف باز زدیم. آیا بابا تکروشن کن ببین چرا میگفته، ببین چرا میگفته اینا. بله. من اینو بعدا تو سایت میذارم، تو کانالم میذارم، آدرسش هم هست. بعد از خارج کردن اسناد فساد دموکرات‌ها از حالت محرمانه توسط ترامپ، دریای از فساد و تبایی از دموکرات‌های آمریکا فاش شده است. از فساد شخصی اوباما تا جو بایدن و بقیه دموکرات‌ها تا نامه‌های محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی که من یک شبات یاد باشه خوندم براتون. لیست بلند بالایی است. در یکی از این نامه‌ها و او صراحتاً به نایاک
لابی بدنام حکومت اسلامی اشاره می کند و می نویسد منفور بودن این گروه در میان مردم ایران قطعی است، ولی منافع حزب دموکرات در همکاری با این گروه است که تا زمانی که این نفرت آشکار شود در این نامه ها آشکار شود. در این نامه ها اوباما با البغدادی تا قاسم سلیمانی نامه همکاری نوشته و به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد بازگشایی سفارت داده است. این اسناد نشان میدهد اوباما با سلیمانی در موارد همکاری مستقیم هم داشته است. ولی اینجوری آبروتون میره، بی خاک ذلت میفتید، اون شکرخوری میفتید که اصلا. اسنادی که افشا شده نشان میدهد دموکرات ها چه دشمنی عظیم با مردم ایران دارند. یکی از نام ما میترسم ایران یارو کار بیاد با همه بریم زیر چتر اونا، باید بیاید بدبخت هایی بیتر، شما عقل نداری، شعور نداری، هیچی ندارید، یک جو توان ندارید. اگه هرچی هم توی دو تو کشور دارد صدق سری ایرانی هاست و چهار تو کشور دیگه، خود از خود هیچی ندارید. تا که این بخواه با چیز دیگر رو اونجا تمیز کنید، تا که این با تاجگیران پاچه نمیتونید، مخصوصا امثال شما ها. اصلا دیگه افشا شده نشان میدهد دموکرات ها چه دشمنی عظیم با مردم ایران دارن. یکی از این نامه‌ها که به دستور ترامپ از متن محرمانه خارج شده به تعداد کشته های سال 1338 اشاره میکند که تعداد کشته ها به دستور مستقیم اوباما مخفی نگه داشته شده بود. او شخصا از نفوذ خود استفاده کرد تا حکومت اسلامی را پاک نشان بدهد. در یک نامه باراک اوباما به مخالفان حکومت جمهوری اسلامی اشاره میکند و شخصا به رهبر جمهوری اسلامی قول میدهد در صورت مصالحه به تضعیف مخالفان جمهوری اسلامی کمک کند. در این نامه است اوباما مشخصا به پدیده آقازاده‌های صادراتی اشاره می‌کند و شخصا تعهد می‌کند تو شرف نداشتند. وزارت خارجه برای فرزندان مقامات جمهوری اسلامی ایران گرین کارت صادر می‌کند. حجم زیاد اسناد از حالت محرمانه خارج شده به ایران اختصاص دارد. یکی از این اسناد خارجه از حالت محرمانه اشاره مستقیم به اعضای نایاک و مخصوصا نگار مرتضوی دارد که چند سفر محرمانه به ایران داشته و پول به ایران حمل کرده و با مقامات مذاکره کرده است. اوباما در سندی به مصاحبه تلویزیونیش با بهمن کلباسی کارمند بی‌بی‌سی اشاره می‌کند و می‌نویسد دقیقاً سوالاتی که خواسته بودم از من پرسید. این شخص داره منافع شخصی خودش حاضر است کل ایران را بفروشد. آقای بهمن کلباسی. ترجمه تحت لفظی طبق سندی که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده است. یکی از عجیب‌ترین اسنادی که از حالت محرمانه خارج شده به روزنامه نگاران صادراتی اختصاص داد. طبق اسناد در اقدامی کاملا هماهنگ جمهوری اسلامی افراد خاصی را به ظاهرا زندانی می‌کرد و بعد از آزادی آن شخص فوری گرین کارت آمریکا را می‌گرفت. جالب این فقط در ایران نبوده، یک پروژه جهانی از طرف دموکرات‌ها بوده است. آیا می‌دانستید نماینده‌های مجلس جمهوری اسلامی در زمان حاج اوباما همگی گرین کارت آمریکا داشتند؟ بر طبق اسنادی که ترامپ به تازگی از حالت محرمانه خارج کرده، تمام وزیران و نماینده و خانواده آنها صاحب گرین کارت بودند و فقط چهار سال این روند متوقف شده. یکی از نهایت کننده قسمت اسنادی که از حالت محرمانه خارج شده مربوط به مبارزان واقعی و زندانیان واقعی سیاسی است که اوباما مشخصا طی اسنادی مشخص میکند که این افراد باید در بایکوت کامل خبری قرار بگیرند. این دلیل گمنامی و نابودی مبارزان واقعی رو مشخص میکنند. کوتاه بدبختی دیگه، نه ذلیلی که نمیتونید دیگران ببینید. این شما و اسناد منتشر شده از فساد خانواده بایدن با همراه اوباما، جان کری و بقیه دموکرات ها. من عادت اینجا هستی توی کانال میذارم، سعی میکنم توی بدنی کلیم هم توی همینجا توی کامنت هاش بذارم. بله، دیروز دوم آبان ماه در حالی که دانش آموزان متحد در مدرسه در منطقه 8 تهران تحصن کرده و آهنگ برای بازمزم میکردن، سه معلم مدرسه نیز با آنها پیوستند. آنها این حضور با استقبال و شادی دانش آموزان مواجه شد. یکی از دانش آموزان به بی بی سی گفت که اداره آموزش پرورش این معلم ها را در روز اخیر نیز دست به تحصن زدن در اتحادیه دانش آموزان مقصر میداند. این در حالی که در بسیاری دیگر مدارس با وجود عدم حمایت معلمان و اولیای مدرسه تجمع و اعتراض ها برگزار شد. امروز توی قوم یه اتفاق افتاد. رئیس صدا و سیما رفت اونجا که به صلاح تست کنن صحبتش پاسخ باشه.
و اومدن دستین کردن و خیلی بچه‌ها رفتن گفتن آقا ما هستیم و با شما هستیم کردن دستین کردن بودن اونجا. خوب که رسیدن اونجا ببینید که چی میگن. در زیر خودشون در حضور خود احساس ما خوب، این خیلی خوب، این خیلی عالی، سرعت خیلی بالاست، حکومت مرتب داره تأسیس میشه، نیرو هم همچنین و موندن خودشون و حوزشون خلاصه. خب خدمت شما هستم، چند تا خبر سر میگم تونتون بگم بعد دوزا که دیگه شما حتما خواهم گذاشت. آقای امیر عبداللهیان، اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا رو تحریم میکنیم. خنده داره نه؟ این جوک عدد جوک گفته که بخندیدی خورده. دانش آموزه در دانش آموزه در فردیس این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت سر دادند. دمشون گرم. چقدر اینا بی حیا و پر رو هستند. نماینده پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواست فراخواندن سفیر قدرت فلان در نظر بگیرد. بگیره نگیره، بخانه نخانه، دیگه از این حرفا گذشته، دیگه از این حرفا گذشته. پته شما واسه مردم رو شده، پشمتون ریخته، ماهیت اصلی شما کثافت دو آدم و آدم رو شده. این از آقای اوباما و اون همه شد از اون کارتر مارتر یه تا بود و این بایدن فرمده گفتم 1800 بایدن چقدر پول گرفت که هر چی کوچی رو از حکومت حمایت بکنه. بله با پایان کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در بریتانیا لیز تراس جای خود را به ریش سوناک رهبر جدید حزب محافظه‌کار داد تا به عنوان اولین نخست وزیر آسیایی تبار بریتانیا و جوانترین نخست وزیر در تاریخ معاصر این کشور کار خود را آغاز کنند. چشم آبی های احمق شاهش درست میگفتن. بازم رو به آسیایی آوردید که خودتون توان نداشتید، به شکلی حرف نیستید. نماینده ایران قرب من جلوتر به شما میگم خاطر جمع باشه تایید میکنم، شک نکنید. قصه نماینده ایران درخواست از سازمان ملل برای بررسی ارسال پهباد روسیه غیرقانونی است. بگید جالب تو آفرین تو غیرقانونی کار کن روسیه غیرقانونی، بعد تو از نامه یک درخواست غیرقانونیه. اونا فعلا که تصمیم گرفتن شما ریشتون بکنن برای آبروی خودشون، برای تتمه آبروی نداشته خودشون ریشتون رو بکنن نکنن، اونا خودشون رفتنی هستن. ملت ها میان رو کار، بیداری جهان توسط ایرانی ها ظرف چند روز ملت ها حالا کم کم خودشون پیدا میکنن. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه امروز 3 آبان در صحن دانشگاه با قرارداد یک کفن و جمعشان حول آن شعارهای غرق خون این وطن، کودکان در کفن، زن زندگی آزادی. حالا آقای میگن زن زندگی آزادی شعار ماست که از این آشغال کلا گفتیم. خب اگه شعار توست زن زندگی آزادی، اون لگت زدن چیه؟ کتک زدن چیه؟ کشتنش چیه پس؟ با اون شعاری که میگید مال ماست با همون عمل نمی کنید، معلومش شعورش ندارید، چون اصلا مال این حرفا نیستید. هیچ جامعه هر جا بده خودتون میکنن، مسخرتون میکنن. بابا من نده چقدر وقی هستین شما، اون ولی وقی تا شما ها چقدر وقی هستین الله و علم. سخنگوی قوه قضایی میگوید محاکم محتمل در 4 استان آغاز شدند. من قسم نمیخورم ولی روزگار همه سیاه میکنم. شما محاکمه کنید تو همون استان، هم از خیلی مسائلی که ما کلی از شما چیزی داریم رو میکنیم، هم روزگارتون رو سیاه میکنم ملت. شما فکر کردید دیگه اون دولت گذشت؟ کسافت ها کیو محاکمه میکنید؟ تو باید محاکمه بشی. البته به زودی هم این اتفاق میفته، تو گل میخوری محاکمه میکنی. تو کی هستی بیشرف؟ میگه آقا تو دزدی، تو خائنی، تو طرفدار دزدا هستی، تو رانتهایی باید کشد تو بری. میگه من اونا رو محاکمه یه حرفا زدم، تو گاه میخوری اون رهبرت خوبه؟ ولی روزگارتون سیاه میکنه. من یک بار به دادستان شیراز گفتم، گفتم این بچه را مال هفتابان آزاد میکنی. گفت آقای محمدی به جان بچم، به جان کی، به روح چیچک،
دست پر دست چیزه خود لاریجانی. گفتم لاریجانی که کارت نبود، زنگ زدم به لاریجانی، خودش نبود مشاور صحبت کرد. بعدتون گفتم یک کلیپ گذاشتم، اون مشاور زد آقای محمدی حالا جو خواب بد شده افتاد رو مبل، یک کلیپ برداریم. گفتم من نذاشتم، آقای زن گذاشته و پخشم شده رفته. زنگ زدم به زن و تنیر پسر منتظری زن برداره، زن مثلا برداشت، ولی خب اون دیگه کاری که باید ممکنیم کردیم، از این کارا زیاد بردیم، ولی انسانیت و شرف اون نمیذاره، انشا به شرف ها نیستیم. دختره خانم مهسا یه جا رقصیده با لباس رنگش کرم بوده، آمدن کادر بستند، این جز دموکرات ها جز حزب کمله بوده، خاک آدم بر سرتون. به چیز دل خوش کردی؟ مگس هایی کسافت، مگس هایی کسافت، کسافت خور توف تو شرف. خب یکی از کار جالب داشته بود در سطح مدارس که ایران و شهرستان ها، حالا جالبه، خیلی جالبه، اینترنت هم قطع بود، کشیدن عکس خامنه‌ای در کف توالت ها شروع کرد به کشیدن. آقای خامنه‌ای تحویل بگیر. و تمام اینها از بحث اتحاد است. من یکی راجع برادران افغانی توی رو خواهم گذاشت و دوستان خیلی میگم عزیزان اینا به درد کشور خود همین کشور ما رو دوست دارن، همینجا موندن، همیشه ازدواج کردن و آینده ایران به وجود افسانه نیاز داره. ما حداقل حداقل برای بازسازی و نوسازی کشور و کشور به آپدیت کردن به زور بردن ما 8-10 میلیون نیروی خوب می‌خوایم. خب اینا هم همزبان هستن، هم عرق دارن، هم تعصب دارن نسبت به کشور ما و توشون سرمایه‌دار هم رقم هستن و کادر کارآزموده هستن. اینها نیاز کشور با صحبت خواهم کرد. وقتی که برای هنرستان مردم حرکت بدن اونجا رفتن کلیپ گذاشتن، این اتحاد یعنی همین حرف 16 همین یک کلاس اتحاد. اونایی تو اروپا رفتن دوست دارم بهتون بگم ها، اکثر اینها از نظر مالی واقعا ضعیف بودن. حالا یه عده خود این آشغال کله ها رو انداختن، ولی مثلا شاید 10 تا 20 اتوبوس با مجاهدین. این مجاهدین چه جنسی هستن؟ چقدر بدبخت و فلک زده هستن؟ هیچ رقم نمیخوان عبرت بگیرن. کسی که نصیحت پذیر نیست، قابل گذشت نیست، 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 نیست. زلنسکی هم بخونم برات. آقای زلنسکی اوکراین در حال شکست ارتش به اصطلاح دوم جهان است، چون روسیه به اصطلاح ارتش دوم جهان داره و پس از 8 ماه تجاوز نظامی تمام عیار روسیه به همسایه خود اوکراین چه دستاوردهای حاصل شده است که دیگه کم کم شکست داره میخوره، نیروها نیستن، نیروها میرن، خیلی کارا کردن که مثلا وقتش نیست، ولی واقعا ارتش روسیه 8 ماه یعنی چی؟ این زوری به یک بچه نرسی 8 ماه این شکست خورده هستی عملا، ولی خب داری شکست برو بعد دست اربابت. ایام به کام و یادت خوش.